الله سبحان الله الله حمدا لله 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 بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم رسیدم به خدایی که اقتباس نیست شریعتی که در آن حکمها قیاسی نیست خدا کسی است که باید به دیدنش بروی خدا کسی که از آن سخت میهراسی نیست به عیب پوشی و بخشایش خدا سوگند خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست به فکر هیچ کس جز خودت مباش ای دل که خودشناسی تو جز خدا شناسی نیست دل از سیاست اهل ریا بکن خود باش هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان و سلام بر شما خوبان و عزیزان بیننده امیدوارم هر کجای دنیا که هستی جور و صحتمند بوده زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید ایام به کامتان باشد تا عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت و عرض تبریک و تهنیت دارم ایام عید سعید فطر را خدمت همه شما خوبان و عزیزان و امیدوارم که انشاءالله توفیق این را داشته باشیم که در ایام عید فقرا، خانواده های شهدا، اطفال شاقکار و بی‌بضاعت و همسایه های فقیرمان را فراموش نکنیم و امیدوارم که یک عید با معنویت و با صفا را داشته باشیم و دور همه های پر از زیبایی و دور همه های خدایی را در ایام عید داشته باشیم. خب با کمال امتنان و افتخار با برنامه به وقت بیداری در ایام عید سعید فطر روبروی شما خوبان و عزیزان هستم و در خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر توکلی پژوهشگر و استاد دانشگاه با موضوع جامعه پیامبر پسند. جناب استاد سلام بر شما. خیلی خوش آمدید. سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان گرامی، خواهران و برادران عزیز. وطندارای گرامی در هر نقطه ای از جهان که هستن امیدوارم که طاعات و عبادات همه ما و شما مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه و انشاءالله در ایام عید سعید فطر که عید بندگی و عید عبودیت هست عید رسیدن به فطرت هست همه ما روزگار خوش و خرمی سپری بکنیم همراه با صلح و آرامش و انسان دوستی و بتونیم مؤمنین واقعی و حقیقی باشیم. بسیار عالی. تشکر استاد از حضورتان. عید شما ان شاء الله مبارک باشه. روزهای خوب و خوش داشته باشیم و خیلی خوشحالم که در این ایام مبارک در خدمت شما هستیم. استاد موضوع بحث ما جامعه پیامبر پسند هست. ولی خب چون مناسبتی هست و از اینجا شروع میکنیم که در اندیشه اسلامی عید به چه معنا و فلسفه این که بعد از این که 30 روز روزه میگیریم بعد یک عید داریم و عید میگذاریم اسم عید سعید فطر فلسفه این چیه؟ بله ببینید اگر به معنای عید سعید فطر دقت بکنیم عید رمضان در اندیشه اسلامی به عنوان عید فطر نامگذاری کردن بله. فطر یعنی همون فطرت و طینت پاک الهی و انسانیه که همه ما در بد و خلقت داشتیم و خداوند ما بر اساس همون فطرت الهی آفریده سیاه. که حدیث هم داریم که کل مولودین یولد و علی الفطره الا ان ابواه یهودانه او ینصرانه همه انسان ها بر فطرت پاک الهی زاده میشن ما در طول زندگی خودمون دچار غفلت میشیم دچار ناآگاهی و جهل هستیم دچار تعصبات حسادت ها طمع ها حرص ها و نادانی های فراوان هستیم در واقع او کعبه مقصود فراموش میکنیم
او در واقع هندوستان وجود خودمان را فراموش میکنیم، ما به سان توتی هایی هستیم که از او هندوستان به تعبیر شعرا و ادبا در واقع هبوط کردیم و آمدیم به زمین، غبارهایی از غضب و شهوت و دنیا پرستی روی عقل و فطرت ما گرفته. عبادت ها همونطور که قبلا هم عرض کردیم برای اینه که ما به اون فطرت پاک برگردیم و اصلا عید برای این است که ما دوباره در واقع یک پالایش درون کردیم در ماه مبارک رمضان، در ماه شعبان و رجب، و رسیدیم به اون در واقع آینه زلال، به اون آب زلال، به اون فطرت پاک الهی، و گناهان و معاصی از خودمان دور کردیم. و همونطور که امیرالمؤمنین میفرماید کل یوم لا یصلی الله فیه فهو عید، هر روزی که در رو معصیت خدا نشود او عید هست. بنابراین در شبهای قدر در ایام ماه مبارک سعی کردیم که به او انسانیت اصیل خودمان برسیم. که حالا عرض میکنیم که او انسانیت اصیل چی هست. شما ببینید در نماز عید فطر ما چی میگیم؟ میگیم اللهم اهل الكبریاء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل التقوى والمغفره. خدایا تو اهل کبریا و عظمتی. خب خدا با این همه کبریا و عظمتی که داره چیکار میکنه؟ اهل الجود والجبروت است. به دیگران جود و سخا داره، نسبت به دیگران رحمت داره، نعمت میده، فیض میده. مگر حدیث نداریم که فرمود تخلقو به اخلاق الله، شما هم متخلق به اخلاق الهی بشید. اگر قراره که ما به اون فطرت اصیل برگردیم، باید ما هم اهل جود باشیم، اهل مغفرت باشیم، دیگران ببخشیم. اگر از دیگران ناراحتی و کینه‌ای به دل داریم، دشمنی به دل داریم، ببخشیم. لذا فرمود و اهل العفو و رحمه، ما اهل عفو و رحمت باید باشیم. چرا؟ چون خدا اهل عفو و رحمته. اگر یک چنین کاری کردیم به او فطرت اصلی برمیگردیم، و لذا این عید برای ما میشه عید، عید حقیقی میشه. عیدی است که وقتی در نماز عید فطر میگیم اللهم اهل الکبریاء والعظمه، با همه وجود، با همه سلولهای وجودمون این مسئله رو احساس میکنیم، و در زندگی عملی خودمان هم جود، مغفرت، عفو، رحمت، بخشش، مهربانی، نیکخواهی در وجود خودمان داریم و ایر به دیگران میبخشیم. به خانواده خود، به همسایه خود، به وطندار خود، به همشهری خود میبخشیم. یک چون این انسانی میتونه ادعا بکنه و میتونه احساس بکنه که در واقع به او فطرت پاک الهی رسیده. و اید برای یک چون این انسانی اید حقیقی و واقعی هست. امیدوارم که انشالله همه مای توفیق داشته باشیم. رسیدن با ما قرب الهی را خلاصه جشن گرفتن. بسیار عالی. تشکر استاد. خب بس جامعه پیامبر پسند بود، به چه جامعه ای ما میتونیم بگیم که یک جامعه پیامبر پسند هست؟ بله، خیلی سوال خوبی است و سوالی است که واقعا همه ما در ایام روز و ماه و سال در شرایط خوشی و ناراحتی، در واقع شادی و غم، در اتفاقات زندگی گاهی اوقات این سوال از خودمان میپرسیم که آیا او امت واحده اسلامی حقیقی که پیامبر آورد و باعث ای شد که جامعه جاهلی عرب تبدیل بشه به یک جامعه متمدن، مترقی، در واقع علم گستر، که در واقع او علم و او دانش و او رحمانیت جهان تحت شعاع قرار داده بود، چرا ما به او جامعه پیامبر پسند حقیقی نرسیدیم و الان چرا در جامعه ما این مشکلات وجود داره؟ من اشاره میکنم به آیه شریفه که در قرآن هست، میفرماید که وضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، که در سوره نحل هست فکر میکنم آیه 112 هست. ببینید قرآن میگه که خداوند مثل میزنه امتی و شهری و مردمی که اینها در امنیت روانی و امنیت اقتصادی بودن و رزق و روزی و برکت با همه معانی رزق که عرض کردیم، رزق فقط خوراک و پوشاک و
مشروب و مأکول بله. نیست، رزق امنیت رزق هست، عافیت رزق هست، در واقع عدالت، وجود عدالت و مهربانی در جامعه رزقه. قرآن میگه ببینید ما مثل میزنیم شهری و امتی را که اینها برخوردار از نعمات الهی بودن، فکفرت به انعم الله، نسبت به نعمتهای خدا کفران ورزیدن. بعد فازاقه الله لباس الجوع والخوف، خداوند به جای او امنیت، به جای او برکت و رزق، به اینها لباس جوع یعنی گرسنگی و فقر و لباس خوف پوشاند. یعنی چی؟ یعنی امنیت اقتصادی رفت، امنیت روانی رفت، به جای او، به جای امنیت روانی خوف آمد، به جای امنیت اقتصادی جوع و فقر آمد. بعد می‌فرماید که این مسئله فذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، به خاطر او کارهایی که اینا مرتکب شدن. ببینید جامعه پیامبر پسند جامعه ای است که در او طبق این آیه شریفه امنیت نه. اقتصادی و امنیت روانی باشد، جامعه ای که در او عدالت باشد، جامعه ای که در او اختلاف طبقاتی نباشد، جامعه پیامبر پسند جامعه است که در او فقر نباشد. شکر. چون اگر اجازه بدین یک میان برنامه خواهش میکنم. خواهش میکنم. بیننده های عزیز و گرامی پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك كل شيء ما روزا گرفتن یک دست نمی‌سن الحمد لله تا حالی فعلا توانستیم دیگه روزا کل روزا روزا گرفتم ان شاء الله اول عيد مبارک بر قدر خود در بعد از او مادر جان خوب، بعد از او بیادرهای خوب و بعد از او کاکای خوب، ماما و امه و دیگر اقوام. اول این عید مبارکی را خودیم پدر شدیم، اول دیگر به حساب ریسفه چیدیم، مادر پدر وفاد است. اگر نه اول این عید مبارکی باید برای پدر و مادر باشد. دوم کیانی مدی نظر گرفتیم از امی قومی کسی که مرددار است باید پیش از او بریم. اولین عید برای زو تبریک بگیم، دوم برای بزرگ فامیل. اولین عید مبارکی را برای مادر جان و پدر جان. فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفائي وتناجي در روز دوم عید ما خوش داریم برنامه خوش قومیتی اقوام یک دیگر را میبینن با هم هم صحبت میشن، چون قوم هستیم و یک دیگر را میخواییم ببینیم و راز صحبت و گفای دیگر و دیدی خانه کاکا جان میرم 500 الی 1000 مورد. باید کسایی که یک ذره وضع مالی و اقتصادشان خوبتر است، که کسایی که یک ذره وضعشان خوبتر نیست دستشان رو بگیره و در یکان چیزی برشان کمک کنن، هم در افطاری و هم در عید. یک درسی که از ماه مبارک رمضان گرفتیم، رمضان ماه خودسازی، یک فرصت طلایی که در طول سال یک ماهش روزه است و 11 ماهش ما بخوردن و آشامیدن نصف، یک فرصت طلایی که هر دفعه نصیب انسان نمیشه، اونم در طول هر سال یک دفعه بوری. ماه خودسازی است، یعنی ما غیر رمضان هم باید در فکر مردم غریب باشه، تنها نباشه که در فکر در وقت رمضان در فکر مردم غریب باشه، یعنی بعد از رمضان هم باید در فکر مردم غریب باشیم، بعد از رمضان هم باید رفتار اخلاقی ما درست باشه، بعد از رمضان هم باید ما سر نفس خود حاکم باشیم، بعد از رمضان هم ما باید کارای خوب کنیم، این نباشه که تنها در رمضان ما کار کنیم، بعد رمضان باید همینطور انسان خوب باشه، یعنی ما خدا کنه که ما را اصلاح کرده باشد تا برای دائم همیشه، یعنی نباشه فقط برای یک ما باشه کارای خوب ما، بعد رمضان همیشه هم تو تا آخر زندگی را همیشه هم تو کارای خوب کنیم. رمضان رفت ولی کاش صفایش نرود، سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود، کاش که پر شده باشد دلم از نور سحر، همراه روزه و افطار ثوابش نرود. عید سعید فطر مبارک. خب بیننده های عزیز گرامی دوباره سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. مثبت 964-780-255-413 پول ارتباط میان شما و برنامه با وقت بیداری هست. میتونید نظریات هر زنده و یا هر گونه سوال، انتقادات و پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید.
ادامه برنامه با وقت بیداری با موضوع جامعه خدا پسند هست، پیامبر پسند. استاد دوباره خوش آمدین. موضوعی بود که چه جامعه‌ای را میتونم جامعه پیامبر پسند بدم؟ بله، اگر به متون روایی و آیات شریف قرآن مراجعه بکنیم، یک سری خصوصیاتی برای جامعه پیامبر پسند نقل شده که ما خودمان را باید مطابق بکنیم با او صفات و ببینیم آیا او صفات در جامعه ما هست یا نیست. اگر هست که خوش به حال ما، و اگر نیست باید او صفات و او خصوصیات محقق کنیم. شما ببینید در این آیه شریفه میگه که جامعه پیامبر پسند جامعه ایست که در او انسانها احساس امنیت دارن، هم امنیت روانی، هم امنیت اقتصادی و هم امنیت جانی دارن، امنیت تحصیلی و آموزشی دارن. جامعه پیامبر پسند جامعه ایست که در او عدالت هست. همه اقشار، همه طوائف، همه قبائل، همه گروه های دینی و مذهبی و قومی و قبیله‌ای از یک عدالت عام و گسترده برخوردار هستند. جامعه‌ای که در او انسان‌ها، ببینید حدیث پیامبر هست فرمود جامعه‌ای که در او انسان مظلوم نتواند بدون لکنت زبان حق خودش را از ظالم بگیرد، او جامعه جامعه پیامبر پسند و خدا پسند نیست. درود بر. آیه شریفه دیگه باز ما در قرآن در سوره قریش یا سوره ایلاف می‌خونم که ببینید چقدر زیبا مطلب را بیان کرده. میگه بسم الله الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. میگه قریش باید شکر نعمت خدا رو داشته باشن. این قریش قبل از اسلام در دوره جاهلیت دچار ناامنی اقتصادی بودن، دوچار ناامنی روانی بودن، دوچار بی‌عدالتی و تبعیض و فساد و جهالت بودن. بعد از اسلام ناامنی اقتصادی تبدیل شد به امنیت اقتصادی. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اطعمهم من جوع یعنی جامعه جاهلی جامعه است که در او انسان‌ها گرسنه‌اند. جامعه جاهلی در او جامعه است که شما شب وقتی که می‌خوابید همسایه شما گرسنه است. جامعه جاهلی جامعه است که در او انسان‌ها از درس خواندن محرومند. جامعه جاهلی جامعه است که در او زن‌ها احساس امنیت نمی‌کنند، احساس خود ارزشمندی ندارند، احساس می‌کنند که زندگی اونها پوچ و عبث و بیهوده است و به کمالات انسانی خودشان نمی‌رسند. جامعه جاهلی در او جامعه است که در او امنیت روانی نیست. انسانها احساس کرامت ندارن، احساس عزت نفس ندارن، یک عده حقوق دیگران ضایع میکنن با نامهای مختلف. به نام اسلام اندیشه های قبیله‌ای و قومی و گرایشات شخصی و گروهی خودشان را حاکم میکنن متاسفانه در جامعه به نام اسلام و قرآن. من لازم میدونم اینجا اشاره بکنم به فرمایشات امیر المؤمنین در نهج البلاغه. تو خطبه های اول نهج البلاغه حضرت وقتی که جامعه جاهلی عرب معرفی میکنه، اونجا میگه پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه طبیبون دوارون به طبه بود. طبیبی بود که میرفت خودش بیماران پیدا میکرد با اونها معالجه میکرد. خب پیامبر روحانی و معنوی هست، طبیب جسمی نیست که بره مثلا سردرد و دندان درد ما مداوا بکنه. پیامبر دنبال هدایت انسان ها بود. فرمود که این طبیب چه کار میکرد؟ این طبیب کارش این بود که لیوسی رو لهم دفاعن العقول، عقل و عقلانیت و خردورزی در جامعه احیا میکرد. پیامبری بود که دعوت به علم و دانش میکرد. پیامبری بود که انسانها دعوت میکرد به این که حقوق زنها رعایت کنن. بعد امیر المؤمنین میفرماید که جامعه جاهلی جامعه است که به عرض عالمها ملجم جاهلها مکرم. پیغمبر در سرزمینی مبعوث شد در زمان جاهلیت که این سرزمین، سرزمین مکه، سرزمین بابرکت و خوبی، سرزمین است که در او مسجد الحرام هست، کعبه هست، پیامبران آمدن. اما دوچار یک رخوت فرهنگی و رخوت تاریخی و تأخر فرهنگی شده و در این سرزمین عالمان، دانایان دهان بستن، لجام بستن و نادانان در واقع رئیسن و بر دیگران ریاست میکنن و حکم اونها نافذ است. ببینید ما باید ببینیم که آیا در جامعه ما انسان دانا
محترم است، عزیز است، بر صدر می نشیند، یا انسان نادان محترم است و عزیز است. پس جامعه‌ای که در او انسان جاهل عزیز است، بر صدر می نشیند و قدر می بیند و احترام می بیند، او جامعه جامعه پیامبر پسند نیست. جامعه‌ای پیامبر پسند است که انسان دانا خردورز در جای خودش است. جامعه‌ای که در او، ببینید این نکته رو عرض کنم، جامعه پیامبر پسند جامعه‌ای است که یک کافر ذمی از حقوق خودش برخوردار هست. یعنی حاکم اسلامی وظیفه دارد امنیت او را تأمین کند. جامعه پیامبر پسند جامعه است که در روایت داریم یک زن در نیمه های شب باید بتواند طلا بر سر داشته باشد، به تنهایی در این جامعه رفت آمد بکند و احساس امنیت بکنه. یک زن باید بتونه به حقوق خودش برسه. یک در واقع کسی که اندیشه او با ما متفاوت است، نژاد او، قوم و قبیله او با ما متفاوت است، زبان او با ما متفاوته، جغرافیای او با ما متفاوت هست، باید او هم احساس امنیت داشته باشه. ببینیم آیا ما به این جامعه نزدیکیم یا از این جامعه دوریم. اگه دوریم، خب بریم برسیم به این جامعه ای که قرآن به روایت معرفی میکنن، و اگه نزدیکیم خوش به حال ما. بسیار عالی، انشاءالله که نزدیک باشیم. استاد، با اینکه ظاهر آدم ها همیشه یک طور شده، شبیه هم هست، تشخیص سخته، ولی خب با چه علامت و نشانه میتونیم یک جامعه رو بگیم که این جامعه جامعه پیامبر پسند نیست، خدا پسند نیست؟ ببینید بینندگان عزیز ما، البته با اینکه در لابلای صحبت ها به این موضوع اشاره شده، اگر دقت بکنیم متوجه میشه باز مشخص‌تر بیشتر دنبال این موضوعی. بله، خیلی سوال میشه از ماها که خب آقا اسلام که دین علم و دین ترقی و دین پیشرفت هست، چرا در این زمان مسلمان ها عقب مانده هن و کفار پیشرفت کردن، در رفاهن، در امنیتن، در حال پیشرفت؟ بله این هستن. خب اگر اسلام آمده بر این که ما پیشرفت بکنیم، زندگی خوب داشته باشیم، این وضعی که الان در جامعه ما هست این چیه واقعا؟ من اینجا شما ارجاع میدم به آیات قرآن و احادیث ائمه علیهم السلام. ببینید از خودمان سوال کنیم، آیا ما مؤمن واقعی هستیم؟ اون مؤمنی که پیغمبر و قرآن از ما میخواد، ما هستیم واقعا؟ به روایات اگر مراجعه بکنیم و به آیات قرآن، میبینیم که ما او ایمانی که پیامبر از ما میخواد، خدا میخواد، او ایمان نداریم. و جامعه ما یک جامعه مؤمن نیست. ظاهر جامعه ما جامعه دینی و اسلامی است. ما بحث اخلاقی داشتیم در جلسات گذشته، هم در ارتباط با احتکار بحث کردیم، در ارتباط با ربا. آیا در جامعه ما احتکار هست یا نیست؟ جواب خواهید داد که حتما هست. در جامعه که در اون ربا باشد، دروغگویی باشد، امانتداری نباشد، خیانت در امانت باشد، در جامعه‌ای که در اون جامعه وفای به عهد نباشد، این جامعه جامعه ایمانی نیست. و کسی که این خصوصیات نداره، این شخص شخص مؤمنی نیست. اگر مراجعه بکنیم به احادیث، می حدیث بسیار زیبایی از محضر مبارک امام صادق علیه السلام اینجا نوشتم، ببینید چقدر زیباست و مناسب با این ایام هست. امام صادق فرمود: سلاسون من کن فیه کان منافقا و ان صام و صلا و زعم انه مسلم. فرمود سه تا خصوصیت هست در هر کسی که باشد، اون منافق است، ولو این که نماز بخواند و روزه بگیرد و فکر کند که مسلمان است. اگر بله باشد. اگر این سه تا خصوصیت در کسی باشد، این شخص منافق است و مؤمن است. یک این است که فرمود من اذا تمنه خانه. بله، کسی که اگر مورد در واقع اعتماد مردم قرار گرفت، مردم به او اعتماد کردن و او را امین دانستن، خیانت در امانت بکنه. خب از خودمون سوال میکنیم، آیا در جامعه ما، در روابط ما، در کسب و کار ما، در ارتباطات ما با خانواده و با فامیل و با همسایگان و وطندارها، آیا این مسئله رعایت میشه؟ آیا ما امانتدار هستیم؟ آیا حاکمان ما به معنی واقعی کلمه عدالت رعایت میکنن؟ دوم این هست که فرمود و اذا حدث کذبه. انسان منافق کسی است که وقتی حرف میزنه راست نمیگه، دروغ میگه، در سخنانش دروغ خیلی زیاد هست. و سوم و اذا وعده اخلفه، و وقتی که وعده میده خلف وعده میکنه. اگر این خصوصیات در جامعه ما و در روابط اجتماعی و فردی ما هست، ما مؤمنیم. خب بنابراین معلومه که ما درجاتی از ایمان داریم، ولی متاسفانه درجاتی از نفاق هم در وجود ما رخنه کرده. اگر میخوایم به او جامعه پیامبر پسند مورد عنایت پیامبر برسیم، باید سعی کنیم این نکات اخلاقی در خودمان و در جامعه خودمان محقق بکنیم. سیاره. اگر وقت باشه ادامه میدم و الا ادامه بدم.
بله. بعد ببینید که حدیث بعدی این هست که فرمود لا تنظروا الى طول رکوع رجل و سجوده. امام صادق فرمود نگاه نکنید به این که کسی رکوع خیلی طولانی داره، سجود طولانی داره، قنوت طولانی داره، به این چیزها خیلی نگاه نکنید، اینا ملاک ایمان نیست. بعد فرمود که فإن ذلك شيء اعتاده، این اصلا عادت کرده به نماز خواندن زیاد، عادت کرده به روزه گرفتن، عنایت داشته باشید، چون یک عبادت باشه، یک عادت شده باشه. بله، این عبادت برای او یک عادت شده، باعث ایجاد در واقع ایجاد یک شور و شوق و یک انرژی در وجودش نمیشه برای اینکه اخلاقیات رعایت بکنه. فرمود فلو تلکهو استوحشه، اگر این کارا نکنه وحشت میکنه. بعد فرمود که فإن ذلك شيء اعتاده، از این بگذاریم، فرمود لکن انظروا الى صدق حدیثه، ببینید آیا وقتی حرف میزنه راست میگه یا نه، و اداء امانته، نگاه کنید وقتی بهش اعتماد میشه امانت رو دارد یا ندارد. بنابراین باید ببینیم که آیا ما طبق روایات، طبق آیات قرآن مؤمن هستیم یا نه، یک تجدید نظری در خودمان داشته باشیم، هم در روابط فردی و هم در روابط اجتماعی. تشکر از شما. بیننده های عزیز و گرامی، میان برنامه کوتاه رو با هم میبینیم و دوباره ما رو همراهی کنید. یا صاحب الزمان شود آیا که شبی بر دل من یار شوی، یار این خسته غم دیده بیمار شوی. سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشم، دل من آب شده کی تو پدیدار شوی. با کلافی بنشستم سر بازار رخت، کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شدی. هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خری، هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خری، شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی. ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، چه شود گر تو مدد کار دل زار شدی. شعله خیمه آتش زده گوید که بیا، زائر بی کفن بی سر و خونبار شدی. اللهم عجل لولیک الفرج. بیننده های عزیز و گرامی، دوباره خوش آمدید. سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی میکنید. و یک سلام خاصی هم عرض بکنم و او اید تبریک بگم خدمت و اید از عزیزایی که تازه به جمع بیننده های ما پیوستن. شما بیننده برنامه به وقت بیداری در ایام عید سعید فطر با موضوع جامعه خداپسند هستید، در خدمت جناب دکتر توکلی هستیم. استاد مجددا سلام خدمت شما. صحبت های خیلی خوب بود. سوال هم که مطرح می کنم در صحبت های شما بود، ولی باز هم مشخصا این که در کشور اسلامی زندگی می کنیم، ادعای اسلامیت و دینداری و همه اینها را داریم و در کنار اینها دنیای از مشکلات را، تبعیض هست، ظلم هست، حق خوری هست، دروغگویی هست، همه اینها وجود داره، در حالی که ما هم یک دنیا کوسی از دینداری میزنیم و ادعای دینداری و اسلامیت داریم. بله. دلیل چیه؟ بله، خیلی سوال خوبی مطرح کردید و خیلی تناسب داره با عرایضی که بنده داشتم. واقعا ماه رمضان و عید سعید فطر یک فرصت بسیار خوبی بود و هست برای این که یک بازنگری داشته باشیم در افکار و اندیشه ها و اعمال و سلوک خودمان با خود، با جامعه، با مردم و با خلق خدا، و ببینیم که واقعا ریشه مشکلات ما کجاست. به نظر بنده و به نظر بسیاری از کسانی که دغدغه مشکلات اجتماعی دارن، نکته اصلی در اینه که جامعه ما یک جامعه اخلاقی نیست. ببینید ما از اسلام و دین صرفاً رعایت یک سری ظواهر فقهی، او هم در حدی که
صرفا ظواهر رعایت بشه. این در واقع داریم و اون روح اسلام که اخلاق هست، امانتداری هست، عدالت ورزی هست، خرد ورزی هست، خرد ورزی و در واقع عقل مداری حلقه مفقوده جامعه ماست. ما این عقل بیچاره مظلومی که پیامبر باطنی هست و چقدر در روایات و آیات بهش تأکید شده، این عقل زیر پا له کردیم، اصلا هیچ توجهی بهش نمیکنیم، در حالی که این خودش یکی از نعمتهای خداست. باید ببینیم واقعا آیا اون چیزی که پیامبر گفت و در جامعه محقق کرد در وجود ما محقق هست یا نیست. خب ببینیم واقعا پیامبر در چه جامعه مبعوث شد، او جامعه چه خصوصیاتی داشت و او جامعه تبدیل به چه جامعه جدیدی کرد. مگر نمیگیم که آقا در زمانی که پیغمبر مبعوث شد در جامعه جاهلی نظام طبقاتی بود، نظام اشرافیت بود، نظامی بود که یک عده به خاطر برخورداری از مناسب دنیوی و منتسب بودن به یک قبیله خاص، به یک قوم خاص، به یک زبان خاص، بهرمند بودن از مواهب مادی، اقتصادی و سیاسی و در طبقات اجتماعی رشد میکردن. خب قریش یک با استفاده از بیت المال، بله با استفاده از رانت، با استفاده از بیت المال رشد میکردن. مگر ابو لهب، ابو سفیان، ابو جهل شامل این قضیه نبودن؟ اینها ادعای دین هم داشتن، ادعای بدینی نمیکردن. اینا میگفتن ما دین داریم، اما دین انحرافی بود، دینی که نتواند در جامعه پیام‌آور عدالت باشد، دینی که نتواند در جامعه عدالت اجتماعی به ارمغان بیاره، دینی که در واقع پیام‌آور جهالت، تبعیض و حق خوری باشه، این دین پیامبر ناپسنده. پیامبر در جامعه مکه مبعوث شد که در واقع از مسیر دیانت حقیقی خارج شده بودن و لذا پیامبر گفت که آقا شما مشرکین، نگفت شما کافرین. یعنی چی؟ یعنی آمدین یک سری انعنات قومی و قبیله ایر آمدین به نام دین به خورد مردم میدین، یک اشرافیتی در جامعه حاکم میکنین به نام خدا و به نام پیغمبر و به نام حضرت ابراهیم. پیامبر آمد این نظام ارزشی در واقع برعکس کرد و هر چیزی در جای خودش نشان. اینجا لازم هست که اشاره داشته باشم به روایتی از پیغمبر، فرمود اقربکم غدا منی فی الموقف اصدقکم للحدیث. ببینید در جامعه‌ای که دروغ باشد اون جامعه پیغمبر پسند و پیامبر پسند نیست. فرمود در قیامت در اندسترات و اندلمیزان نزدیکترین شخص به بنده، به می پیامبر، کسی است که راستگوتر باشد. خب ببینید در جامعه‌ای که مالامال از دروغ هست، آیا این جامعه مورد پسند پیامبر هست؟ و بعد فرمود اگر شما دروغ بگید به میزان هر دروغی که میگید از پیامبر و از خدا دور میشید. فرمود و اداکم للامانه، نزدیکترین شما به من پیامبر به عنوان الگوی انسان کامل کسی هست که بیشترین امانتداری داشته باشه و اوفاکم بالعهد، اهل وفای به عهد باشد. در جای دیگه میفرماید نزدیکترین شما به من کسی است که با خانواده خودش مهربان باشد، با ارباب رجوع به تعبیر بنده مهربان باشد، با مشتری مهربان باشد، با زیر دستان خودش مهربان باشد. حاکمان وظیفه دارن نسبت به زیر دستان خودشان مهربان باشند، پیامبرانه برخورد کنند، مشفقانه و رحیمانه برخورد کنند. حاکمی که در جامعه بنای او بر خشونت است، بنای او بر استفاده از زور و قدرت قاهر است، ای حاکم به پیامبر نزدیک نیست. ای حاکم که عرض میکنم شامل همه ما میشه، یک پدر در خانواده حاکم است، یک معلم در کلاس در صنف خودش حاکم است، یک مدیر درست. یک رئیس، یک وزیر در جایی که در واقع قدرت و ثروتی داره حاکم هست. همه ما باید این موازین اخلاقی در وجود خودمان محقق کنیم. وقتی که میبینیم این صفات در جامعه ما نیست، در رفتار و سلوک و معاشرت ما وجود نداره، پس باید بفهمیم که ما از پیامبر، از اندیشه و سلوک پیامبر، از سیره پیامبر دور هستیم. وقتی که دور هستیم او آثار و نتایجی که بر جامعه جاهلی بار میشد، یعنی چی؟ یعنی فقر، یعنی تبعیض، یعنی خشونت، یعنی بی‌عدالتی بر جامعه ما هم بار میشه، ولی می که ظاهرش ظاهر اسلامی باشه. حالا اگر فرصت باشه نکات دیگری هم استاد. خب بس یکی ما مشکل همیشه مطرح میکنیم، یعنی عرف جامعه ما یک طور شده که همه میدونن مشکله،
و همین خود مشکل دانستنم خب امر مهمی همه قدر که بدانم خیلی دانسته، ولی خب وقتی که به سبب در صدد راهکار باشیم، بله، راهکار آنچنانه وجود نداره. بله. قبول این همه مشکلات وجود داره، ولی راهکار دین چی هست؟ بله. نابسامانی در جامعه خب غوغا میکنه. بله. دین چی نظر داره؟ بله، قطعا ما باید به فکر راهکار باشیم. تمام این عرایض بر اینه که ما به یک راهکار حقیقی فکر کنیم. بله. ببینید قرآن به زنان پیامبر و به زنان مؤمن میگه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، به اون جاهلیت اولی برنگردید. تبرج یعنی یک نوع در واقع اشرافیگری، یک نوع در واقع اسراف، روحیه مصرف داشتن و نظام ارزشی و اخلاقی در جامعه وارونه کردن. ما باید ببینیم که جامعه جاهلی و جامعه ای که از دین و ایمان و اخلاق دور هست چه ویژگی هایی داره، او ویژگی ها در جامعه خودمون در واقع از بین ببریم، کمرنگ بکنیم و ویژگی های یک جامعه ایمانی در واقع پررنگ بکنیم. خب الان عرض کردیم در جلسات قبل هم گفتیم ما نیاز به یک نهضت فرهنگی داریم، ما نیاز به یک در واقع رنسانس فرهنگی داریم. نخبگان ما، خردورزان ما، اندیشمندان ما، ده، کسانی که دارای نفوذ کلام هستند باید یک تجدید نظری داشته باشند در اون چی که تا الان به مردم ارائه کردیم و نتیجه این شده، نتیجه تبعیض و خشونت شده. ما باید برگردیم به نظام اخلاقی اسلام. پیامبر پیامبر اخلاق بود. شما اگر این اخلاق را از پیامبر و از سلوک پیامبر بگیرید، اگر پیامبر پیامبر اخلاقی نبود، مطمئن باشید که نهضت پیغمبر در چارچوب مکه و قبیله قریش و قبیله بنی هاشم باقی میماند و از مکه عبور نمیکرد. مگر خداوند در آیه شریف قرآن نمیفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیغمبر به خاطر او در واقع رحمتی که خداوند به تو داد، تو نسبت به دیگران مهربان شدی. و اگر انسان عبوسن غمتری را و خشنی بودی، مردم از اطراف تو دور می شدن. خب باید این رحمانیت، این مهربانی، این مهرورزی از بالا به پایین در جامعه ما سرازیر بشه. یعنی حاکمان ما باید نسبت به زیر دستان خودشون نگاه مشفقانه و رحمانی و مهرورزانه داشته باشن. استاد بس بسیار شیرین و دوست داشتنی، ولی خب با توجه به محدودیت زمانی را که داریم کمتر از 2 دقیقه در خدمت چشم. شما هستیم. جمع‌بندی بنده این هست که ببینید قرآن میگه که وشاورهم فی الامر، ادامه همین آیه شریفه میگه پیغمبر تو حاکم جامعه اسلامی هستی، با مردم مشورت کن، با نخبگان، با انسانهای اهل اندیشه، با عالمان، با دانایان مشورت کن، از اندیشه و عقل اونها استفاده کن برای حل مشکل. منحصر در خودت و فامیل و قوم و قبیلت نباش. این اولا. بعد فرمود فعضا عظمت فتوکل الله، وقتی که تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن. خب خلاصه حرف اینه، ببینید پیامبر ما پیامبر اخلاق است، پیامبر مهربانی است. دین ما اصلا دین اخلاقه. حقیقت اخلاق متجلی میشه در عدالت. در جامعه ای که عدالت، در جایی که مثلا دینش محبت، دینش اخلاق است، بله، دینش رحمت است، دنیای از کشتار و بله قتل عام ها وجود. خب همین ده. ببینید بله. ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، میفرماید خداوند شما رو دعوت امر میکند به عدالت و احسان. بعد فرمود که خداوند شما رو دستور میده که و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، عادلانه برخورد کنید و بالاتر از عدالت اهل احسان باشید. اگر ما ملاک عمل و اندیشه و سلوک خودمان را عدالت قرار بدیم در جامعه، نه قوم پرستی و قبیله پرستی، نه دنبال روی از یک سری انعنات و رسومات جاهلی در واقع اشرافی که صرفا به فکر قوم و قبیله و نژاد و زبان خودمان نباشیم، به فکر امت اسلامی، به فکر طبقات ضعیف و محروم باشیم، ای در واقع عمل خداپسندانه است. من لازم میدونم اینجا هم به خودم توصیه بکنم و هم به بینندگان گرامی. بله. ایام عید هست. خب جامعه ما جامعه هست که در بله. او فقر خیلی بیداد میکنه، بیعدالتی بیداد میکنه، طبقات محروم و ضعیف و بیچاره و زمین مانده و مسکین خیلی زیاد هست.
یک عده هم برخوردار از مواهب مادی و در واقع دنیوی هستند. باید اینجا اگر ما واقعا مسلمان هستیم، به جای این که سفره های آنچنانی بندازیم و زرق و برق زندگی خور به رخ دیگران بکشیم، به فکر طبقات محروم باشیم، به فکر دستگیری از همسایه ها، دوستان، فامیل ها و همشهری هایی باشیم که اینا نان شب ندارن، مسکین هستن، مسکین یعنی واقعا زمین مانده هستن. اگر میخوایم که رحمت خدا شامل حال ما بشه، باید واقعا این پیام رحمت پیامبر در زندگی خودمون جاری و متجلی کنیم. خیلی ممنون استاد، تشکر، استفاده کردیم و باشه توفیق داشته باشیم و بیشتر استفاده کنیم. خیر و سلامتی بدر خیر راهتان باشه و تشکر از حضورتان. با این که خسوف قسمت خورشید است، در آینه چشم فلک امید است، در بین تمام جمعه هایم ای عشق، آن جمعه که از سفر بیایی عید است. اللهم عجل ولی که الفرج و العافیت و النصر. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از این تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب وقت بیداری، تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همیتان و بر الله پاک بهمتا میسپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.